شماری از باشندگان کابل بر تأمین امنیت تاکید و از حکومت امارات اسلامی میخواهند که برای امنیت بیشتر تلاش نمایند. از سوی هم مسئولان دفاعی کشور گفتند حملاتی که بر مساجد، خانقاه‌ها، مدارس دینی، آبرین و عالمان دین در افغانستان صورت گرفته، شهروندان خارجی دست دارند. به گفته آنان در درجه دوم در حملات زیادی در افغانستان شهروندان پاکستان نقش بارزی دارند. شماری از باشندگان کابل بر تأمین امنیت تاکید کرده و از حکومت امارات اسلامی میخواهد که برای امنیت بیشتر تلاش نمایند. آنان از حمله روز شنبه یادآور شده میگویند که چنین حملات باعث ناآرامی فکری و نگرانی مردم از تأمین امنیت میشود. ما از مسئولین و ارگانهای امنیتی میخواهیم که در راستای امنیت همونطوری که پیش از این تلاش کردن و امنیت مردم را گرفتن، بعد از این نیز تلاش بیشتر را به خرج دهد که نشود اشخاصهایی که مغرض و مخل امنیت است بعض مشکلات ها را ایجاد کند و بعض سوءزنگمان ها را به وجود بیاورد. بنای امارت اسلامی بخصوص مسئولان امنیتی امارت اسلامی باید در راستای تامین بهتر امنیت شهروندان بخصوص شهروندان غرب کابل از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکنند و در راستای تامین امنیت بهتر مردم شبانه‌روزی تلاش کنند، چون وقتی که امنیت در کشور تامین باشه دیگر ابعاد کشور هم میتواند که پیشرفت کنند، مثلا مردم میتواند که سرمایه گذاری کنند. از سوی هم مسئولان امور دفاعی کشور میگویند که در عملیات نیروهای امنیتی بیش از 20 شهروند پاکستانی کشته و ده ها نفر دیگر بازداشت شدند. مسئولان وزارت دفاع گفته است که از کشورهایی که عناصر شریر خارجی از طریق مرزهای آنان وارد افغانستان میشوند میخواهند که مرزهای زمینی و هوایی خود را به طور جدی کنترل کنند. وقت د اسلامی امارت لرسیدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجد او خانقاو دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو تر سره سوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوي. همچنان کارشناسان سیاسی میگویند که همه کشورها از امارت اسلامی میخواهد که حضور تروریست ها را در افغانستان نابود کرده و نگذارند که هیچ تهدیدی برای کشورها در منطقه باشد. اساس و حل کلید مشکلات افغانستان همی است که تمام گروه های تروریستی که در افغانستان حضور و وجود دارند و هم در کنفرانس کشورهای شانگهای، هم در فرمات مسکو، هم در سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام کشورها در تمام نشست ها از طالب ها می خواهند که از حضور گروه های تروریستی جلوگیری کنند. گفتنی است که حمله روز شنبه بر یک بس به شهری در کابل واکنش های زیادی را در پی داشته. به گفته خالد زدران سخنگوی پلیس در این حمله 2 تن کشته و بیش از 15 تن زخمی شدند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.